ممنون از شما، به هر حال لطف دارین. البته ما در آبانگان همونجور که میدونید بیشتر به مسئله آب در ایران و خشکی و خشکسالی و سوء مدیریت منابع آب میپردازیم. بحث مسائل مربوط به شکار و حیات وحش و یا مسائل دیگه محیط زیست خب کمتر مورد توجه است در آبانگان، چون به هر حال هدفش اطلاع رسانی در مورد آبه، ولی خب همین هم به هر حال فرصت غنیمتی است برای ما که بتونیم پیام خودمون و صدای خودمون رو برسونیم به داخل ایران و راجع به این بحران عظیمی که مردم باش روبرو خواهند بود در آینده بسیار بسیار نزدیک و به گوششون برسونیم و حداقل بهشون بگیم که چی کار میشه کرد و چه کارهایی نباید کرد که یکم تا حدی بشه از این بحران شاید به سلامت گذر کرد. امیدوارم که واقعا تاثیرگذار باشه. اما از سلاح مدرن یعنی رسانه که بگذریم و به سلاح‌های قدیمی تر یعنی تفنگ و انواع وسایل شکار برگردیم، بحث امروز ما روی همین موضوع نقطه عطف و شاید به عبارت گفت نطفه این بحث وقتی بسته شد که تو گفتی چندی پیش قرار شد به تمام تفنگ دارندگان تفنگ غیر مجاز مجوز ارائه کنند و همزمان به یک باره حجم عمده ای از تفنگ های مدرن شکاری وارد ایران شد. اتفاق کی بود، چه بود و چگونه رخ داد؟ بله، اجازه بدین اول یه اشاره بکنم به اینکه ورود تفنگ در ایران ممنوع بود، الان هم به هر حال به شکل قابل توجهی ممنوع هست. تا سال 90 در واقع 1390 هر چی که تفنگ خارجی بود، تفنگایی بود که از قبل از انقلاب وارد ایران شده بود و دست به دست میشد و قیمتهای نجومی سرسام‌آوری بود و البته کسی هم اگه تفنگی داشت خب طبیعتا اونو حفظش میکرد و نمیفروخت، ولی به هر حال به هر دلیلی که کسی میخواست تفنگش رو بفروشه یا ارسیه‌ای رسیده بود که دیگه کارایی نداشت و اون رو میبرد میفروخت، همونایی بودن که قبل از انقلاب وارد شده بودن. بعد از انقلاب متاسفانه ممنوع شد تفنگ ها. حالا چرا میگم متاسفانه؟ برای اینکه به هر حال سلاح باید به روز بشه، وگرنه اثر منفی بیشتری داره حتی موقع شکار. تفنگ ورودش ممنوع شد به ایران تا اینکه در سال 73 تفنگ نخجیر یک، یه تفنگ تکلول ساچمه‌زنی بود که وزارت دفاع در واقع یا سازمان صنایع دفاع به طور مشخص تولید کرد و روانه بازار کرد. یه تفنگ کالیبر 12 در واقع ساچمه‌زنی بود و به تدریج در بعضی از مناطق و در بعضی از روستاها گروه‌های راه افتادن که بیاین این تفنگ رو بخرید که تفنگ نو جدیدی است و تفنگ‌های قدیمیتون رو به ما واگذار کنید. کسانی میگن که تفنگ های قدیمی جمع‌آوری شد که اون تفنگ های سرپر بود، مثلا تو فیلم ها اگه یادتون بیاد مثلا مثل سریال هزار دستان بهش میگفتن تفنگ حسن موسی و امثال هم. اما کسانی به من گفتن که فقط اون تفنگ های بسیار بسیار قدیمی جمع‌آوری نشد، بلکه تفنگ های نیمه اتوماتیک یا تفنگ های دلول و تکلولی که خارجی بودن و قبل از انقلاب وارد شده بودن هم به ثمن بخش در واقع از دست اهالی محلی خارج شد. بعد از مدتی البته میبینیم که در نبود بازار رقابتی تفنگ دیگری وارد میشه به نام نخجیر دو که تفنگ در واقع باز ساچمه‌زنی هست و بعد نخجیر سه که یک تفنگ گوله‌زنی هست. میدونید که ساچمه‌زنی معمولا برای جانوران کوچکی مثل پرندگان استفاده میشه، حتی بعضی هم استفاده میکنن برای پستانداران کوچک مثل مثلا فرض کنید خرگوش. و بعد تفنگ شاهین توسط در واقع سازمان صنایع دفاع ساخته شد که یک تفنگ دلول روی هم بود و بعد از اون صیاد، تفنگ صیاد که تفنگ پنج تیر پران است. ولی تمام این تفنگ ها زمانی وارد شد که رقابتی نبود، بازار رقابت برای هر کیفیتی، مثل خودرو در ایران، بحث خودرو که مثلا میبینید پراید سالی چند هزار نفر رو به کشتن میده واقعا، چون رقابتی نیست، مردم مجبورن و شاید دلشون میخواد که حالا تفنگ داشته باشن تیراندازی بکنن، از اون از این تفنگ های داخلی استفاده میکردن. شکارچیان داخلی به من میگفتن که، البته یه مثالی دارن، مثال بامزه‌ای هم شاید بشه، میگن لوله آب و دسته انداختن دادن دست مردم، یعنی هیچ کارآمدی کارایی نداره. شکارچیان متبحر بارها مشاهده کردن که یا این
کسانی که این تفنگا رو داشتن یا به هدف نزدن یا اگه به هدف خورده جانور زخمی شده و فرار کرده و خب به هر حال جانور زخمی هم که میدونید نمیتونه بقا پیدا بکنه در طبیعت و نتونستن پیداش بکنن که اون رو به هر حال شکارش بکنن و از این مشکلات بسیار زیاد هست اگه پای درد دل شکارچیان بشید. خب اینجا آقای خسروی فرد عزیز، وقتی بحث این تفنگ ها مطرح میشه و مقایسه که شما با صنایع خودروسازی داخلی کردید که خیلی هم مقایسه بجا و ملموسی بود برای منی که درگیر تفنگ نیستم، قشنگ تونست جا بندازه چه اتفاقی میفته، میتونم در مورد قیمت هاشم از شما سوال بپرسم که همین تفنگ های نخجیر 1 و 2 و 3 یا صیاد یا دیگر اسامی که آوردید اینها چه قیمت هایی در بازار داشتند یا همکنون دارند؟ قیمت الانش رو دقیق نمیدونم ولی قیمت های گذشتهش قیمت های زیاد بالایی نبود، 1-2 میلیون تومان بود تا جایی که خاطرم میاد. البته گذشته میگم برای مال دهه 70 هست، همون موقعی که تفنگ ها شروع شد و وارد بازار شد، یعنی در واقع باید بگیم تقریبا هم قیمت پراید، چون اون زمان پراید هم همین 1-2 میلیون تومان پولش بود دیگه. به هر حال در مقایسه با تفنگ های خارجی وارد شده قبل از سال 57 قیمت بسیار بسیار نازلی داشت. تفنگ های خارجی حالا روسی یا حتی ترکی یا اسپانیایی یا هلندی هر جایی که در نظر بگیرید، یعنی خارج از ایران تولید شده بود در سال 57 وارد شده بود، اینا رقم های چند، شاید حتی در بعضی مواقع چند ده میلیونی داشتن، از 7-8-10 میلیون تومان اون زمان من میشنیدم قیمتش بود که خب بالاخره رقم قابل ملاحظه‌ای بود اون موقع، تا 20-30 میلیون تومان. و الان قیمت دقیق رو نمیدونم ولی میشه با یه جستجو خیلی کوچیک توی فضای مجازی حتی قیمت اینا رو هم پیدا کرد، برای اینکه خیلی راحت تبلیغ میکنن. به هر حال کار مجازی است، توی مثلا فرض کنید خیابون فردوسی تهران مرکز این بود، توی مشهد و خیلی جاهای دیگه تبریز و غیره و غیره مراکزی است برای فروش تفنگ. من حتی شنیدم در روستاهایی در استان فارس که توی روستا تقریبا هیچ فروشگاه درست حسابی شاید پیدا نمیشه، اما تفنگ فروشی هست، یعنی جایی هست که تفنگ و اسلحه فروش میره. و در این وضعیت در واقع وحشتناک حیات وحشی که ایران داره که رو به نابودی است تقریبا همه چیز، این گسترش بی اندازه و بی حد حصر سلاح، چه مجاز و چه غیر مجاز، حالا بیشتر اشاره میکنم بعدا، این در واقع تیر خلاصی خواهد بود به باقی مانده میراث طبیعی کشور. آقای خسروی، قبل از اینکه بخوایم مستقیما وارد موضوع حیات وحش بشیم، پیش از اون این شوق به خرید تفنگ با این ارقام بالا خب طبیعتا یه بازار قاچاقی رو هم فراهم میکرده دیگه، همش هم که قانونی نیست، باید خیلی با خودمون حداقل صادق باشیم. خیلی هم بودن که تفنگ های بدون مجوز داشتن، این تفنگ هایی که از مرز رد میشد داشتن، حتی برخی افراد در این سالهای اخیر من شنیده بودم که تفنگ های جیبی، حالا مثل کولت یا برخی از تفنگ های یعنی سلاح‌های جنگی یا جنگ شهری رو به صورت قاچاقی در مرزهای غربی ایران خریداری می‌کنن، خصوصا بعد از سال 2001 که 2003 که دولت مرکزی عراق فرو پاشید و خب قاچاق اسلحه از اون سمت خیلی راحت‌تر شد. این موارد هم در همین چارچوب گنجونده میشه، اصلا از تفنگ‌های جنگی یا تفنگ‌های با سلاح یا به عبارتی سلاح‌های جنگی، حالا چه کولت چه جسه چه کلاشینکوف چه یوزی، برای شکار استفاده میشه اساسا یا نه؟ بله خیلی زیاد. در واقع اجازه بدین اینجوری براتون بهتون جواب بدم که اساسا آمار دقیقی حداقل سازمان محیط زیست حتی از تفنگ‌های مجاز شکاری نداره، گاهی وقتا رقم 70,000، گاهی رقم 2 میلیون و گاهی بیشتر عنوان میشه و این نشون دهنده اینه که حداقل کسانی که دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن آمار دقیقی ندارن و یک سردرگمی عجیبی نسبت به تفنگ‌های شکاری مجاز وجود داره. حالا شما تصور بکنید راجع به تفنگ‌های شکاری و یا غیر شکاری، یعنی جنگی غیر مجاز، وضعیت به چه گونه هست و به چه شکلی هست. اگر اخبار رو دنبال بکنید گاهی وقتا شکارچیانی یا به عبارت بهتر میخوام بگم شکارکشانی دستگیر شدن که تفنگ جنگی داشتن، سلاح جنگی داشتن، مثلا با کلاشینکوف رفتن و شکار کردن و هیچ تقریبا میخوام بگم آمار و اسناد دقیق مسلمی راجبهشون متاسفانه وجود نداره. تخمین هایی وجود داره، مثلا اینکه هر محیطبان تقریبا با
300 اسلحه مجاز روبرو خواهد بود، یعنی تعداد اسلحه مجاز برای به ازای هر محیطبان 300 قبضه برآورد میشه. ولی این هم یه برآورد طبعا دقیقی نیست. ما خب میدونیم حدود 2500 600 گاهی وقتا 700 نفر محیطبان داریم و با یه ضرب و تقسیم ساده مثلا شما اگه اینو ضرب در 300 بکنید ببینید این رقمی نیست که حتی توسط وزارت در واقع سازمان محیط زیست به عنوان سلاح شکاری مجاز اعلام میشه. خب این بحث بسیار بحث جالبی است، به خاطر اینکه دست کم در یک مورد که من اطلاع دارم صحبت از این بود که تفنگ با مجوز، تفنگ شکاری با مجوز رو به قیمت 1,600,000 تومان اعلام کرده بودن در یه موردی که خود من تلفن این رو پرسیدم و گفتش که من تفنگ غیر مجازم دارم، تفنگ مثلا کلت برت های غیر مجازم دارم 70,000 تومان، 1,600,000 تومان به 70,000 تومان. ولی مشکل در تأمین مهمات و تفنگ این تو فشنگ این تفنگ ها هست آقای خسروی فرد، اونجوری که من این مسئله رو پیگیری کردم از طریق تلفن قبل از این برنامه. میخوام نظر شما رو هم در این زمینه بدونم، چه تفاوتی هست؟ چرا بعد کسی بره 1,600,000 تومان پول بده یک تفنگ ناکارآمد بخره و مثلا 70,000 تومان یک تفنگ کارآمد نخره، حالا اگر مجوز هم نداره؟ چون خیلی از این شکارچی ها هم شکارچیان هم بدون مجوز هستن که از تفنگ استفاده میکنن. خب بله، اولا من فکر میکنم اون تفنگی که حالا من نمیدونم این قیمتی که شما میگین مال کی است، ولی اگر اینقدر اختلاف داشته باشه مطمئنا من یعنی میتونم حدس بزنم که اون تفنگ تفنگ شکاری نیست، اون چیزی که به هر حال 70,000 تومان که شما میگید، که البته الان 70,000 تومان فکر میکنم رقم شوخی کردن با اتون، برای اینکه با 70,000 تومان مثلا اینکه دیگه دوتا آدامس هم نمیشه خرید تو ایران چه برسه به یه اسلحه. ولی به هر حال اگر راجع به تامین فشنگ میپرسید، خب همون سازمان صنایع دفاع سالانه فشنگ به شکارچیان مجاز سهمیه دارن میده، فشنگ حالا یه تعداد مشخصی فشنگ در اختیارشون میذاره، اما تولید و ساخت فشنگ هم کار بسیار سختی نیست. کافیه که شما بدونید که مثلا خیلی راحت خیلی از این شکارچیان مثلا حتی مجاز یا غیر مجاز مثلا فشنگ های ساچمشون رو خودشون تولید میکنن، این در خونه درست میکنن، تیکه های مختلفش رو دارن، باروت و غیره و غیره رو دارن و در خونه اینا رو خودشون تولید میکنن. برای این چیز خیلی سختی نیست که حتی اگر از وزارت دفاع هم، یعنی از اون سازمان صنایع دفاع هم حتی اگه دریافت نکنن سهمیشون رو، خودشون میتونن اینو خیلی راحت درست کنن. وقتی که تفنگ با اون عظمت با اون بزرگی وارد میشه دیگه مرمی های کوچیک یا ساچمه های کوچیک که وارد شدنش به طور قاچاق کار دشواری نیست. اتفاقی که افتاد این هستش که در سال 90 به دارندگان تفنگ‌های غیر مجاز این فرصت 3 ماهه داده شد که برای اسلحه خودشون رو معرفی کنن و برای اسلحه‌شون مجوز دریافت کنن. میدونید که این مجوز هم در واقع، اجازه بدین توضیح بدم که در واقع دو تاست. یه مجوزی است که در واقع سازمان معاونت اسلحه مهمات ارتش به طور مشخص به شما این مجوز رو میده، در واقع شما رو به عنوان سلاح شما رو مجاز میشناره، سلاح شکاری شما رو بهش مجوز حمل میده و شما به هر حال باید شرایطی داشته باشید مثل عدم سوء پیشینه و مثلا امتحان تیراندازی داده باشید و اینا، و یک مدرک دیگه شما به عنوان شکارچی بودن باید از سازمان محیط زیست بگیرید که حالا قدیما بهش میگفتن شناسنامه شکارچی، که اسم و مشخصات شما هست و بر اساس اون میرید مجوز و یا پروانه شکار رو در فصل مشخص و در زمان مشخص میرید. اما هر کدوم از این دو مجوز رو شما اگر بگیرید به لحاظ قانونی این دیگه تا ابد برای شماست، یعنی شما تا ابد به عنوان دارنده شکار سلاحی سلاح در واقع شکاری شناخته میشید و همینطور به عنوان شکارچی شناخته میشید، در صورتی که شاید شما توانایی شلیک، توانایی در واقع تیراندازیتون رو از دست داده باشید. همون جوری که گواهی نامه رو شما هر چند سالی ها رو باید برید امتحان بدید در ایران، 5 سال 10 سال حالا سالاش بعض وقتا مختلف تغییر دادن و اینا، میرفتید و امتحان میدادید و یا مثلا معاینه چشم رو میرفتید امتحان میدادید که مجوز یا گواهی نامه رانندگی دریافت بکنید، برای اسلحه همچین چیزی متاسفانه تا امروز نبوده. بنابراین شما یک بار برای همیشه
اون مجوز رو دریافت میکردید. ولی اگر میخواستید برید مثلا پرندهی شکار کنید یا چهارپایی شکار کنید، بنا به فصل و اون در واقع درخواست شما در اداره محیط زیست محلتون میرفتید و میگفتید آقا من پروانه شکار میخوام، به شما میدادن. نکته ای که اینجا من باید بهش اشاره بکنم درباره اون فرصت 3 ماهه این هستش که در سال 90، در بهمن ماه 90 وقتی که فرصت 3 ماهه داده شد به کسانی که تفنگ دارن، تفنگ شکاری غیر مجاز دارن و بیان معرفی کنن مجوز بگیرن، این فرصت 3 ماهه داده شد به کسانی که میتونستن خیلی راحت اسلحه قاچاق کنن از مرز عراق، ترکیه و یا از مناطق مثل ارمنستان و دیگر کشورهای همسایه و حجم عظیمی تفنگ که کسی نمیدونه واقعا چقدر وارد ایران شد و همه اینا مجوز گرفتن. اسلحه های وارد ایران شد که و همچنان هم میشه که اسلحه های بادی، از من با دوستان شکارچی صحبت میکردم، این اسلحه ها کمترین حساسیت نسبت، چون بادیه کمتری حساسیت نسبت بهش هست، ولی اینا قدرت تخریبگری بسیار بسیار بالایی دارن و حتی میشه باهاش شکار چهارپای بزرگ را هم از پا در آورد. به هر حال مسائل بسیار بسیار در این زمینه گسترده است و نمیدونم چرا توجه جدی واقعا به این مسائل حداقل در رسانه ها نمیشه. در همین حین همکاران من هم از اتاق فرمان این لیست رو در اختیار من گذاشتن که نشون میده به قیمت روز در بازار امروز ایران در تابستان 1395 ارزونترین نوع سلاح شکاری بادی 2.5 میلیون تومان به قیمت روز هست و گرونترین نوع که به صورت محدود هم عرضه میشه تفنگ های دورزن دارای دوربین های دورزن هست که با قیمت 85 میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشه. اونچه که به عنوان سلاح شکاری در بازار شهر تهران در حال خرید و فروش هست. آقای خسروی فردز، اشاره کردید به اینکه دارنده سلاح بایستی حائز امتحان تیراندازی، سوء پیشینه، گواهی عدم شهرت به شرارت و همچنین گواهی پزشکی لازم برای اینکه سابقه رنج بردن از بیماری های روحی روانی نداشته یا دچار جنون نبوده داشته باشه. تا چه اندازه اینها حافظ طبیعت هست؟ اینها که طبیعتاً باید حافظ سلامت دیگر شهروندان، دیگر انسانهایی باشه که در منطقه زندگی میکنند یا در حوزه نزدیک به فرد دارنده تفنگ زندگی میکنند. هیچ کجای داشتن گواهینامه حمل سلاح شکاری اشاره‌ای به حفظ سلامت شکار یا آموزش‌های لازم برای حفظ محیط زیست داده؟ بله، این چیزی هستش که قدیم در دفترچه در واقع شناسنامه شکارچی ذکر می شد و در اون دفترچه وقتی که شما می رفتید به عنوان شکارچی و سازمان محیط زیست دفترچه به شما می دادن که مثلا چه کارهایی باید کرد و چه کارهایی نباید کرد، به چه حیواناتی میشه تیر انداخت و به چه حیواناتی نباید انداخت، چگونه مجوز گرفت و یه اطلاعات کلی بروشور مانندی بود یا یک دفترچه کوچکی بود که میدادن. روی اینترنت هم بگردید نمونه هاش مال قبل از انقلاب هنوز در دسترس هست، در روی اینترنت یه چیزایی پیدا میشه. اما اینکه آموزش دقیقی داده بشه متاسفانه نه، این اتفاق نمیفته. قبل از انقلاب یک کانون شکار بود که یک در واقع مرکزی بود برای اینکه شکارچیان هم دور هم جمع بشن، هم از تجربه هم دیگه باخبر بشن و هم اطلاعات روی مفیدی رو رد بدل کنن و آموزش های لازم رو ببینن. ظاهرا این اتفاقات دیگه این روزها کمتر میفته. البته شکارچیان تو گروه های تلگرامی و فیسبوکی و اینجور جاها کم و بیش فعال هستن و با همدیگه راجع به موضوع صحبت میکنن. یکی از این گروه ها هم که منم البته به طور اتفاقی عضو هستم و چندین محیطبان که قرار بین محیطبان و شکارچی صلح برقرار بشه و دوستی باشه، چون اینا به هر حال دشمن هم و مقابل هم که نیستن، هر کدوم بنا به علاقه خودشون به طبیعت قدم میذارن. توی اون گروه ها وقتی نگاه میکنید بسیار بسیار حرف از اینه که کجا بریم شکار کنیم یا چگونه شکار بکنیم و چرا مثلا شکار به ما مجوز شکار نمیدن، در صورتی که این حیوانات مثلا فرض کنید در اثر طاعون نشخوار کنندگان کوچک از بین میرن. سوالایی گاهی مطرح میشه اونجا توسط افرادی که بیشتر نشون دهنده این هستش که علاقه بیش از اندازه‌ای دارن به شکار، بدون اینکه در نظر بگیرن وضعیت حیات وحش ما امروز به چه شکل و به چه صورتی است. خب اشاره کردید به کسانی که محیطبان هستند و بنا به وظیفه‌شون این کار رو انجام میدن.
چندین مورد داشتیم در همین چند سال گذشته که یا محیطبانان متاسفانه بنا به وظیفه مجبور شدند که شکارچی رو با تفنگ هدف قرار بدن، یا مواردی برعکس که محیطبانی به ضرب گلوله یک شکارچی کشته شده. یکی دو مورد که محیطبان به قصاص در قوه قضاییه در حقیقت محکوم شد، تعجب بسیاری رو برانگیخت، در حالی که اگر یک مامور پلیسی همچین کاری رو بکنه هیچ وقت با قصاص روبرو نیست، اگر که یک فردی رو با گلوله مضروب کنه و متاسفانه اون فرد کشته بشه. نکته من مشخصا اینجاست، محیطبانان اولا از چه سلاحی استفاده میکنن، سلاح سازمانی یا رسمی محیطبانان ایران چیست، اساسا چنین چیزی وجود داره، و دوم اینکه چه قوانینی از اونها حمایت میکنه، محیطبان اجازه شلیک به شکارچی دارد ندارد، چگونه است که چنین دعوای حقوقی ایجاد میشه و تا به این مرحله پیش میره. بله، یه قانونی هست، قانون استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری، و در این قانون صراحتا اعلام شده که تمام افرادی که ضابطین قوه قضاییه هستند و به هر حال سلاح حمل میکنن باید در مواقع ضروری که مثلا جونشون در خطره یا به هر حال در شرایط خاص از کمر به پایین شلیک بکنن به فرد متخلف. خب در طبیعت خیلی این کار در شهر هم این کار خیلی کار ساده ای نیست، چه برسه به طبیعت و در واقع توی اون شرایط که دور از همه جا و همه کس هم هست. اما یادمون باشه ما همونجوری که شکارچی متخلف داریم ممکنه محیطبانهای متخلف هم داشته باشیم، یعنی ما نیاییم یک دوگانه قدیس ابلیس بسازیم از محیطبان و شکارچی. شکارچیانی هستند که بسیار شاید متخلف باشن. اجازه بدید من اینجا از دو واژه استفاده کنم و مرتب هم این کارو کردم، البته به مذاق خیلی ها خوش نمیاد، از جمله کسانی که دوستداران حیوانات هستن یا حامیان حیوانات هستن، انجمنهای مثل انجمن حمایت از حیوانات و این تیپ تشکلها خیلی قائل به این تقسیم بندی نیستن، در صورتی که این تقسیم بندی واقعا حتی در زبان انگلیسی هم وجود داره و که عبارت است از شکارچی و شکارکش یا شکاردوست. شکارچی خب همون کلمه ایست که به انگلیسی بهش میگن هانتر، شکار کش یا شکار دزد رو بهش میگن پوچر، و ما کسانی رو که خارج از قاعده یعنی خارج از فصل مشخصی به شکار میرن با اسلحه غیر مجاز، حالا چه جنگی چه اسلحه شکاری غیر مجاز به شکار میرن، به جانوران چارپایان و ماده تیر میندازن، بچه ها رو در واقع حیوانات کوچک و کمسن رو میکشن، ما به اینا اصطلاحا میگیم شکار کش یا شکار دزد. حالا اینکه کلمه شکار چرا استفاده میشه، مثلا ممکنه طرف به یه حیوان دیگه ای تیراندازی بکنه، مثلا یه گوشتخاری، بازم بهش همون کلمه رو گفته میگیم، یعنی همون شکار روز شکار کش رو میگیم. و متاسفانه کلمه دیگه ای تا امروز براش در فارسی حداقل ابداع نشد. دوستانی که در واقع در انجمنهای حمایت از حیوانات و امثال اون هستن معتقدن که این دوگانه شکارچی شکارکش مجوزی خواهد بود و یا قداستی ایجاد میکنه برای گروه اول که شکارچیان هستن، در صورتی که من قائل به این نیستم. به هر حال فکر باید اینو در نظر بگیریم یک گروهی متخلفن و یک گروهی به هر حال با رعایت ضوابط طبیعی و ضوابط قانونی پا به طبیعت میذارن. بنابراین فکر میکنم بد نیست که از اینجا به بعد این گفتگو رو ما به متخلفین این عرصه شکارکش یا شکاردزد بگیم. خواهش میکنم، من مشتاقم که بشنوم رابطه بین شکارچی و شکارکش ها با ضابطین محیطبان چگونه است و اساسا چه تفنگ هایی رو محیطبانان استفاده میکنن که به این مشکلات برمیخوان. اصلا سلاح سازمانی دارن محیطبان ها؟ بله، سلاح سازمانیشون کلاشینکوف است. کلاشینکوف یعنی سلاح جنگیه. بله، و فرمانده در واقع بخشی از سازمان محیط زیست، دفتری در سازمان محیط زیست به نام یگان حفاظت محیط زیست که رئیس این یگان یا مدیر این یگان سرهنگ نیروی انتظامی است. به عبارت دیگه محیطبانانی که ضابط قوه قضاییه هستند به نوعی زیر مجموعه از نیروی انتظامی محسوب میشن و اینها باید آموزش‌های لازم رو
ببینن. کم و بیش این آموزش ها وجود داره و دورهایی رو طی میکنن، ولی به نظر من کافی نیست. این آموزش ها استفاده از اسلحه رو، از استفاده از اسلحه در بر میگیره تا مثلا بقا در طبیعت و یا مثلا رویارویی با جانوران و کارهای دیگه، آشنایی با طبیعت و حیات وحش و غیره و غیره. به نظر من این دوره ها دوره های کافی نیست، باید مرتبا محیطبان ها دوره های بازآموزی داشته باشن، مرتبا، برای اینکه اتفاقات مربوط به محیط زیست مرتبا تغییر میکنه. شکارچیان درخواست های جدیدتری شاید داشته باشن نسبت به روش های سه، مثلا تیراندازی با یا شکار با تیر و کمان مثلا، یا مثلا فرض کنید متخلفین و شکارکش ها به تجهیزاتی مسلح هستند که ممکنه محیطبان ها حتی روحشون هم از اونها خبر نداشته باشه، مدرن ترین اسلحه ها باشه. بنابراین باید مرتبا اینا دوره های آموزشی ببینن و به اصطلاح به روز بشه دانششون. حالا این سمت قضیه، اینکه در حقیقت برخی وقتا مشاهده این مسئله هستیم که تعادلی بین میزان مهمات و اسلحه‌ای که یک شکارچی با خودش همراه داره و اون محدوده جغرافیایی شکار، حالا به حال فرض کنید یک کسی میخواد بره مثلا در پارک نخچیر، من مثال میزنم چون واقعا نمیدونم و هیچ وقت مرتکب چنین عملی نشدم، خرگوش شکار کنه ولی مثلا میبینیم یک گله یا تفنگ همراه خودش داره میبره، چمدانی از تفنگ یا امکانات گلوله‌زنی بسیار پیشرفته با خودش میبره، آیا تناسبی در این زمینه ها وجود داره؟ چگونه میشه تفاوت قائل شد بین شکارچی و شکارکش که شما بهش اشاره فرمودید، در مقام یک محیطبان، در مقام یک شهروند بومی که داره این صحنه رو میبینه و میتونه به نیروهای مسئول محلی حداقل گزارش کنه چنین رویدادی رو که فردی غیرقانونی هست یا قانونی هست؟ ببینید، شکارچی ها به طور مشخص میتونن یک تفنگ ساچم زنی و یک تفنگ گوله زنی داشته باشن و احتمالا یک تفنگ خفیف که تفنگ کوچیکی است برای شکارهای کوچیک، بیش از این نمیتونه چیزی داشته باشه. این داشته های در واقع مجاز یک شکارچی است. اینکه چمدانی از تفنگ با خودش ببره، خب این یا یک گروهی هستند که هر کدومشون دو سه تا تفنگ دارن، یا اینکه طرف خب به هر حال شکارچی مجازی نیست. در واقع شکارچیان مجاز خیلی از مواقع، به خصوص وقتی که برای شکار چهار پا میرن، با محیطبان همراه هستن و محیطبان به اونا یک زمان در واقع زمان و زمانی هم که باید شکار کنن یک زمان بسیار بسیار محدودی است و در همراهی با محیطبانه که شکار انجام میشه. ولی شکارکش اساسا همونجوری که از اسمش هم پیداست و یا شکاردوز، یواشکی این کار رو میکنه، از هر اسلحه‌ای که داشته باشه استفاده میکنه و همراهی محیطبان هم طبعا نخواهد داشت و اون رویارویی رو بین شکاردوز و محیطبان رو اگر محیطبانان متوجه بشن روی خواهد داد و به وجود خواهد اومد. یادمون باشه که شکارکش ها خیلی مواقع ممکنه از افراد محلی باشن و با استفاده از آگاهی هایی که دارن و حق خودشون میدونن که من بهشون تا حد زیادی ممکنه حتی حق بدم که از طبیعت، در واقع از طبیعت پیرامونشون، اون چی که میخوان رو دریافت کنن و برداشت کنن، چون جدن در جد در اون سرزمین بودن، در اون منطقه بودن و باید به هر حال یه حقی بهشون داد برای این موضوع. از طرف دیگه بخش عمده ای از این فعالیت ها، نه همش، به خاطر تنگناهای اقتصادی است. شما باید به اون کسی که به هر حال سر گرسنه مجبور زمین بذاره حق بدید که به نوعی بخواد زندگیش رو از این حالت وانفسا، میخوام بگم، نجات بده. درسته ما تایید نمی کنیم، یعنی شخصا من تایید نمی کنم چنین کاری که برای کار خلافیه، ولی نمیتونم در نظر نگیرم تنگناهای اقتصادی رو و بگم خب شما از گرسنگی باید بمیری و مثلا به دو تا قوچ تیراندازی نکنی برای اینکه این خلافه. خب چه کسانی باعث شدن این تنگناها به وجود بیاد؟ یه خورده باید مسئله رو به نظر من ریشه‌ای‌تر دید و فقط معطوف نشد به این دوگانه شکارکش و محیطبان و باید دید و به نظر من متخلفین اصلی کسانی هستند که شرایط امروز رو برای حیات وحش ما و برای مردم ایجاد کردند که چنین در تقابل با هم دیگه قرار دارن. کاملا حق با شماست و این فرمایش شما خب مدیریت کلان کشور رو در عرصه های گوناگون زیر سوال میبره و امریست که قطعا رو ربطن با اصلی در محافلی و یا
برنامه های با موضوع نگاه سیاسی به محیط زیست حتما با حضور خود شما مورد بررسی قرار بدیم آقای خسروی فرد. اما سام عزیز، یک نکته که وجود داره در مورد همین شکارچیان محلی این هست که خب شما میفرمایید دو تا قوچ رو بزنن یا به شکار آهو یا گوزنی برن، معقول به نظر میرسه، اما وقتی که ما شاهد صحنه های از شکار پلنگ هستیم یا صحنه های از شکار خرس هستیم، یک صحنه مشمئز کننده ای که یک شکارچی محلی خرس مادری رو کشته و توله او رو به نحو بسیار فجیعی در حال شکنجه برای کشتن هست، این صحنه ها منتشر میشه، خصوصا حیوانات غیر حلال گوشتی که عموما هم محلی ها هرگز از گوشت اونها استفاده نمی کنند، خب طبیعتا اینها جای شک و در حقیقت تردید داره. آیا به راستی میشه اینجور افراد رو هم در همین طبقه بندی افراد محلی دونست که به خودشون حق میدن از محیط پیرامونشون به هر نحوی که دلشون میخواد استفاده کنند؟ من یه نکته رو عرض کنم، من نمیگم حق دارن، من میتونم باهاشون احساس همدردی بکنم، شاید اینجوری کلمه بهتری باشه. به هر حال وقتی شما در یک تنگنایی قرار میگیرید میشه فهمید که برای خروج از این تنگنا و وقتی دستتون هم از همه جا کوتاست سعی میکنید یه کارهایی بکنید که این کارها الزاماً بر اساس مقررات و قوانین در واقع نیست، یعنی خود خارج از این قوانین و مقررات. من اینو میتونم درک کنم که چرا این اتفاق میفته، اما خب این برای به قول شما برای حیوانات حلال گوشت شاید تا حدی صادق باشه، و چرا حالا جانوران غیر حلال گوشت و یا چرا گوشتخاران؟ خب پاسخ اینم کم و بیش روشنه. ببینید یک دشمنی دیرینه وجود داره بین افراد در واقع محلی، دامداران و مثلا پلنگ و مثلا خرس. به هر حال این جانوران به نوعی به دارایی های افراد محلی هم صدمه میزنن، مثلا به گله حمله میکنن یا خرس ها مثلا به باغ ها حمله میکنن، ممکنه از کندوهای عسل استفاده کنن و غیره و غیره، و بنابراین شخص محلی برای اینکه کمتر دچار خسارت بشه به هر حال اون جانور رو از بین میبره. این کار توجیهی نداره البته در این روزگار. سازمان محیط زیست موظف هستش که تمام خسارت ها و ضرر و زیانی که ممکن حیات وحش به اموال افراد و اموال خصوصی افراد وارد کنه رو در واقع بپردازه، تامین بکنه، باید بیمه باشن تمام این مثلا فرض کنید دام ها یا حتی باغ های سیب، باغ های میوه یا حتی کندوها باید بیمه باشن. سازمان محیط زیست باید تو این زمینه پیش قدم باشه. آقای خسروی فرد عذرخواهی میکنم قطعتون میکنم، این باید بیمه باشند و باید سازمان محیط زیست پرداخت کنه چیزیست که امروز بر اساس نص صریح قانون را باید باشه، یا شما میفرمایید در صورت ایدئال باید این گونه بشود؟ نه، قانون مشخصی که در این زمینه وجود نداره، ولی در بعضی مواقع در بعضی موارد این خسارتی که حیات وحش به عرض کنم که اموال مردم وارد میکنه به زمینهای زراعی، باغها، به دامها، در بعضی مواقع دست سازمان محیط زیست باز هست که جبران خسارت بکنه، اما برای بیمه کردنشون تا حالا قانونی تصویب نشده. من فکر میکنم لازم هستش که تمام اموال خصوصی مردمی که در مناطق حالا برها دور از شهر هستن و از این راز گذران زندگی میکنن برای در ارتباط با حیات وحش بیمه بشه، که اون وقت طرف خیالش راحت باشه اگر یه گله ای از آهو یا گله ای از مثلا فرض کنید قوچومیش یا هر چارپای دیگه ای به مزرعش وارد شد و یه خسارتی زد، جایی هست که اینو پرداخت میکنه و خیلی راحت میشه اینا رو دیگه امروز اثبات کرد. بعضی وقتا اثبات کردن شاید سخت باشه، ولی خیلی راحت امروز با این مثلا وسایل تکنولوژی که وجود داره شما خیلی راحت دیگه دست هر کسی دوربین شاید هوشمند هست خیلی راحت میتونه عکس بگیره بگه اومدن یه رد پا و جا پا و این چیزا رو میشه خیلی راحت مستند کرد و بعد رفت ادعای خسارت کرد. ولی متاسفانه به این موضوع کمتر توجه میشه. شما نگاه کنید در آخرین آماربرداری از حیات وحش در کل ایران رقم وحشتناک پایینی به دست اومده، 144 هزار رأس از جانورانی مثل قوچ و میش و کلاغوز و آهو و جبیر و غیره در واقع آمار برداری شده و ثبت شده. این رقم برای وسعت 1,600,000 کیلومتر مربعی ایران تقریبا نزدیک به صفره اگر بخواید جمع و تقسیم ساده بکنید، تقریبا عدد قابل ملاحظه نیست. ما در سال 56 اگر اشتباه نکنم ده ها هزار رأس قوچ و میش در
منطقه بیستون در کرمانشاه داشتیم، در مثلا فرض کنید پارک ملی گلستان رقم بالای 12,000 رأس بوده، الان به زیر 1,000 شاید رسیده این رقم. در بیستون که اصلا میگن هیچ چیزی نیست، یعنی تقریبا تمام حیات وحش در بیستون نابود شد تقریبا. بزرگترین کلی که در ایران شکار شد، یعنی رکوردی که بود، اون شاخ بزرگی رو که داشت شاپور عبدالرضا برادر شاه فقید شکار کرده بود در منطقه بیستون، الان دیگه کمترین اثری از کل اونجا شما میتونید پیدا بکنید. بنابراین 144,000 رأس تقریبا میخوام بهتون بگم رقم قابلی نیست، با وجود این همه تفنگ های شکاری مجاز و غیر مجاز و سلاح های جنگی، حیات وحش شانسی برای بقا نداره، به خصوص اینکه ما با از دست رفتن زیستگاه به طور جدی مواجهیم و همینطور مسئله کم آبی و بیابی. اگر ما به داد حیات وحش نرسیم، در آینده نزدیک حیات وحشمون رو به طور مطلق و به طور کامل از دست خواهیم داد. یوز پلنگ آسیایی که فقط در ایران باقی مونده شاید اولین گونه ای باشه که منقرض خواهد شد، احتمال خیلی زیاد، و بعد از اون گوشخاران دیگه مثل پلنگ در رده دوم قرار میگیره و بعد جانوران دیگه برمیگردن. چه تقارن جالبی وقتی که نقشه جغرافیایی از بین رفتن حیواناتی مانند قوچ و کل رو شما ارائه میکردید، میگذاشتیم روی نقشه واردات سلاح‌های غیر مجاز و قاچاق سلاح به ایران و این رو قرار میدادیم روی نقشه تبعیضه‌های اجتماعی حکومت، میدیدیم که منطقه غرب ایران، خصوصا همون منطقه کرمانشاه کردستان، که از این مشکلات به طور همزمان رنج میبره، هم دروازه ورود سلاح‌های غیر مجاز به ایران هست، هم یکی از محل‌هایی است که در طول 37 سال گذشته سوء مدیریت حکومت مرکزی باعث شده که بحران هویت، بحران اقلیت در اونها شکل بگیره، برخوردهای بسیار خشن که از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با مردم این منطقه کردان ایرانی عزیز انجام شده، به بروز برخی رادیکالیزه های عینی و ضمنی در منطقه پرداخته و محیط زیست این منطقه که در حال نابودی است به اشاره شما. آقای خسروی فرد، اگر بخوایم برای جنبندی بس چیز در حدود 4 دقیقه فرصت داریم، البته من سوال های دیگری باز دارم که نیمه تمام میمونه این بحث باز هم، اما اگر بخوایم در 4 دقیقه جنبندی داشته باشیم، ضمن در نظر گرفتن مهمات و فشنگ های مورد استفاده و تقلب هایی که در این زمینه هم انجام میشه، من برگردونم گفتگو رو به شما، دوربین و میکروفون رو به شما. بله خیلی ممنون. من دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که در سال 93 اعلام شد که در واقع خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست اعلام کردن که تولید تفنگ های داخلی ممنوع شده، یعنی متوقف شده. سازمان صنایع دفاع با کمک سازمان محیط زیست یا در موافقت نامه با سازمان محیط زیست دیگه تفنگ های عرض کنم که نخجیر و صیاد و غیره و غیره رو تولید نمیکنه. دقت بکنید، در سال 90 فرصت 3 ماهه داده شد و تفنگ های زیادی وارد شد. به عبارت دیگه میخوام بگم روغن ریخته رو نذر امامزاده کردن، بازار اشباع شده بود که مثلا سالی 300,000 قبضه تفنگ هم سازمان صنایع دفاع تولید بکنه، دیگه جایی برای این قضیه نبود. این یک نکته. نکته دیگه این که خیلی از، نه حالا خیلی نمیتونم باز واقعا بگم، تعدادی از شکارچیان با همون تفنگ های ساچمه‌زنی به دنبال در واقع پستانداران بزرگ میرن و جانوران بزرگی مثل قوچ، مثل گراز رو شکار میکنن. اصطلاحاً فشنگی که توی اون تفنگ های ساچمه‌زنی میذارن اصطلاحاً فشنگ چهارپاره است، باید از فاصله نزدیک البته شلیک بشه، ولی میتونه گراز رو هم از پا در بیاره. بعضی از به اصطلاح شکارچیان یا به عبارت بهتر شکارکش ها مظلوم نمایی میکنن که ما تفنگمون تفنگ ساچمه‌زنی است، چطوری میتونیم مثلا یک حیوان بزرگ جسه رو بزنیم؟ خیلی راحت میتونن این کارو بکنن. کار دیگری که میکنن این هستش که در ساچمه ها، ساچمه رو وقتی که دارن درست یعنی در واقع فشنگ ساچمه زنی رو دارن درست میکنن، جوری این رو میزان باروتش و مواد داخل و ساچمه ها رو تنظیم میکنن که این ساچمه ها پخش نمیشه بلا فاصله، در یک مسیر مشخصی حرکت میکنه و بعد در نزدیکی هدف این پخش میشه.
اتفاقی که میفته اینه که قدرت تخریبی بسیار زیادی داره، که مثلا اگر به یک تنه درخت با این ساچمه شلیک بشه، با اینکه ساچمه های خیلی ریزی است و قرار مثلا پرنده های کوچیک رو در واقع شکار بکنه، این ساچمه ها میتونه که یک مثلا فرض کنید یک تنه درخت رو، بخشی از یک تنه درخت رو نابود بکنه. بنابراین موضوع فقط داشتن تفنگ نیست، تقلب هایی هم در نوع فشنگ انجام میشه برای اینکه به هر حال جانوری ساقط بشه از حیات. اما یادمون باشه شکار یک پدیده اجتماعی هست که مبارزه کردن باهاش مثل خیلی پدیده های اجتماعی دیگه راه به جایی نمیبره. ما باید شرایطی رو فراهم کنیم که کسانی که علاقمند به شکار هستن، علاقمند به تیراندازی هستن، به هر حال به اون خواسته خودشون برن. کما اینکه شما میبینید در کانادا یا امریکا اساسا شکار ممنوع نیست، به هر حال یک مرکز منبع درآمدی است، یک روشی است به حد خیلی مشخصی، روشی است برای حفاظت حیات وحش. پولی که از این طریق در میاد میتونه صرف حیات وحش و حفاظت حیات وحش بشه. اما متاسفانه ما در ایران اون روش صفر و صدی رو داریم، یا باید شکار باشه یا نباید باشه. الان که سالهاست میدونید شکار بزرگ در ایران ظاهرا ممنوع شده از طرف سازمان محیط زیست، اما به هر حال آمار که هر سال اعلام میشه حدود 5000، کمی بیشتر یا کمتر، شکارچی یا شکارکش متخلف دستگیر میشن. سالی حدود 5000 که بیشتر هم برای شکار در واقع پرندگان هست، و این رقم کاهش چشمگیری در سالهای اخیر نداشته. ممنونم سام خستایی فرد، دوست و همکار بسیار خوب روزنامه نگار من و البته کارشناس شناخته شده حیات وحش و محیط زیست در ایران، فرصتی که در اختیار من و رسانه افق ایران قرار دادیم. ممنون از شما. وقت خوش. و از شما گرامیان هم آرزو میکنم، برای شما گرامیان هم آرزو میکنم که در پناه حفظ محیط زیست، آینده سرزمینمون و آینده خودمون رو تضمین کنیم و بیمه کنیم. وقت خوش، خدا نگهدار.